موجگیری های عربی و عراقی. در داخل عراق نیز شاهد موج فزاینده بیانیه های اعتراضی تشکل های سیاسی و حقوقی و انسان های شریف و آزاد از اشرف و ابراز خشم و نفرت از مزدوران جنایتکار و آدمکشی که به منظور قتل عام اشرفی ها دست به تهاجم زده بودند بودیم. شیوخ عشایر عراقی اجرای طرح و دستورات رژیم ایران توسط دولت عراق، هزینه کردن آبروی عراق در سطح بین المللی خواندند و خواستار مداخله جامعه جهانی برای حفاظت از اشرف و ممانعت از اعمال نفوذ رژیم ایران شدند. شماری از شیوخ و شخصیت های عراقی با ابراز انزجار از سیرک مسخره مزدوران اطلاعات و سفارت رژیم ایران در قسمت اشغال شده شمال اشرف گفتند دستان خونالودشان را نمی توانند با انواع تشبثات پاک کنند. جنبش ملی کلدانی های عراق نیز به اطلاعیه‌ای با عنوان به دیدارت خوش آمد نمی گوییم سفر وزیر خارجه رژیم آخوندی به عراق را محکوم کرد. شیخ مازن حبیب الخیزران، شیخ کل قبیله ازده، از بزرگترین قبائل عراق و عضو شورای استان دیالی اعلام کرد منافع عراق برخورد انسان دوستانه با ساکنان اشرف را ایجاب می کند. دکتر شیخلی مدیر مرکز عدالت ملی عراق اعلام کرد هر نوع نقض قانون علیه ساکنان اشرف، نقض قوانین بین المللی و حکومت عراق مورد بازخواست قرار می گیرد. موضع‌گیری های عربی در حمایت از اشرف. همزمان با موضع‌گیری های تشکل های مستقل و شخصیت های شریف و آزادی عراقی شاهد حمایت های فزاینده کشورهای منطقه از اشرفیان بودیم. بیانیه دکتر احمد مجدلانی وزیر کار فلسطین و دبیر کل جبهه مبارزه مردمی فلسطین سازمان ملل متحد را به تامین حفاظت ساکنان اشرف فراخواند. حزب مجد دستوری عربی مصر، شورای امنیت ملل متحد، جامعه عرب و سازمان وحدت آفریقا را به تضمین حفاظت ساکنان اشرف فراخواند. شیخ تیسیر تنیمی قاضی القضات فلسطین و محمد سلامه رئیس انجمن روزنامه نگاران برای حقوق بشر در مصر با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در سندیکای روزنامه نگاران مصر بر ضرورت مداخله فوری سازمان کنفرانس اسلامی برای حفاظت از مجاهدان اشرف تاکید کردند.